42 سال بعد از انقلاب ایران، چرا نظام برخواسته از آن از مردم خود واهمه دارد؟ تا جایی که معترضان گرسنه‌اش را در خیابان‌ها به گلوله می‌بندد و دانشجویان و زنان و فعالان صنفی و حتی استادان دانشگاه را به زندان‌های طویل المدت می‌فرستد و ناچار است با توسل به فضای امنیتی حکومت کند. چرا بعد از 42 سال بسیاری از مردم در اعتراضات خیابانی و در فضای مجازی بیزاری خود را از نظام موجود به انواع مختلف نشان می‌دهند و بسیاری حتی در میان انقلابیون و مسئولان سابق از بی‌اعتمادی عمومی به نظام می‌گویند؟ برای یافتن پاسخ به این چراها، حسین قاضیان مهمان من در این برنامه است. حسین قاضیان جامعه شناسی است که به خصوص در زمینه سنجش افکار عمومی کار کرده و درست برای همین عرصه کارش در سال 1381 بازداشت شد و به 9 سال زندان محکوم شد که البته بعد از 3 سال که بیشتر آن را در سلول انفرادی گذراند و بعد از اینکه بی پایه بودن اتهامات او روشن شد از زندان مرخص شد. آقای حسین قاضیان، به برنامه ببرد دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم از دعوت شما. اجازه بدید از آخرین سوالی که در مقدمه مطرح کردم شروع کنیم، یعنی بی‌اعتمادی به نظام. این موضوع به خصوص بعد از اعتراض‌های خیابانی در دی ماه 96 و بعد آبان 98 به وفور از طرف نه فقط جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی بلکه حتی از طرف خود مسئولان سابق و انقلابیون سابق هم مطرح میشه و بحثشون اینه که مردم دیگه اعتمادی به این نظام ندارن. از نظر شما شاخص این بی‌اعتمادی در جامعه پرجمعیتی مثل ایران چیه؟ یکی مسئله پیش‌بینی ناپذیری، یعنی ما نمیدونیم که دولت یا حکومت چه کار خواهند کرد، چه بر سر به اصطلاح رابطه‌شون با مردم خواهند آورد، و دومی که محتوای اون چیزی که حکومت به دنبالش است با محتوای اون چیزی که عموم مردم به دنبالش هستن فاصله و شکاف بسیار زیادی داره. برای اینکه این مسئله پیشبینی رو که من گفتم روشن کنیم و نشون بدم که این مسئله به اصطلاح فقدان اعتماد فقط مربوط به رابطه حکومت و مردم نیست، بلکه ما با یک مسئله بحران فراگیر بی‌اعتمادی در جامعه روبرو هستیم، بد نیست خود این مفهوم پیشبینی یه ذره شکافته بشه به این مفهوم که پیشبینی رابطه وثیقی با اعتماد داره. وقتی ما به همدیگه اعتماد داریم، یعنی میتونیم پیشبینی کنیم که رفتارمون در آینده چگونه خواهد بود، در برابر پولی که به هم قرض میدیم، در برابر حرف محرمانه‌ای که به هم میزنیم یا هر چیز دیگه میتونیم حدس بزنیم که شما یا من چه کار خواهیم کرد در قبال همدیگه. بنابراین ما به هم اعتماد میکنیم چون پیشبینی داریم که چه اتفاقی میفته. چرا پیشبینی میتونیم بکنیم؟ برای اینکه رفتار شما یا رفتار من از یک قاعده برخوردار بوده و شما از طریق اون قاعده یا قانون رفتاری من میتونید آینده کار من رو پیشبینی بکنید. اون قاعده یا قانون رفتاری من اسمش هنجاره در جامعه شناسی. بنابراین وقتی هنجار وجود داره، ما میدونیم که مطابق چه قاعده افراد رفتار خواهند کرد، بنابراین رفتارشون قابل پیشبینی. این موضوع در مورد حکومت ها هم صادقه. حکومت ها هم مطابق هنجارهای عمل میکنن، اما نه تنها هنجارهای حکومتگری بلکه هنجارهای بین مردم هم در واقع اون اشتراک مورد نظر رو از دست داده. به تعبیر دیگه ما در یک وضعیت نسبتاً بی هنجارانه یا آنومیکی قرار گرفتیم که هنجار مشترک نه تنها بین مردم ضعیف شده و مردم نقشه مشترکی برای رفتار در قبال همدیگه ندارن، بنابراین نمیتونن رفتار همدیگه رو پیش بینی کنن و به این ترتیب به همدیگه نمیتونن چندان اعتماد بکنن. این ماجرا در مورد رابطه حکومت و مردم هم پدید آمده، یعنی که نقشه مشترکی بین حکومت و مردم وجود نداره. حکومت به یک ساز میرقصه و مردم به یک ساز دیگری دارن میرقصن و بنابراین اینها انگار در دو تا استادیوم مختلف دارن بازی میکنن، در دو بازی متفاوت که به همدیگه ارتباطی ندارن، بنابراین از همدیگه با خبر نیستن، رفتار همدیگه رو نمیتونن پیش بینی کنن، بنابراین به همدیگه اعتماد نمیکنن. همونطور که مردم به حکومت اعتماد ندارن،
حکومت هم به مردم اعتماد نداره، چون رفتار اونها برای حکومت هم غیر قابل پیش بینی است. یک روز ممکنه در انتخابات شرکت کنن، یک روز هم ممکنه در تعداد وسیعی به خیابون بریزن و باش مخالفت کنن. هر دوی این عناصر پیش بینی ناپذیر نشون دهنده وسعت یا گستره و ژرفای بی‌اعتمادی است در جامعه ما که گریبان حکومت رو و گریبان مردم از هر دو طرف گرفته. بسیار خب، حالا ما البته شاهد شعارهایی در بیزاری از نظام حاکم از سال 1388 به این طرف بودیم و اگه یادتون هست که مسئله جمهوری ایرانی مثلا بعضی از شعارهایی بود که مطرح میشد به جای جمهوری اسلامی، و همینطور در حرکت‌های بعدی هم همینطور به انواع مختلف مردم نشون میدادن که ما دیگه شما رو نمیخوایم، در واقع به حکومت اینو میگفتن. آیا این شعارهای مردم و اطلاعاتی که از طریق فضاهای مجازی در واقع به مردم داده میشه راجع به این بیزاری از حکومت میشه تعمیمش داد به اکثریت جامعه؟ ما دریافت دقیقی از وضعیت اکثریت مردم در واقع نداریم، چون اون محتاج پیمایش‌های وسیع و سطح ملی است که ما کمتر داشتیم، و در اونهایی هم که در اون پیمایش‌هایی هم که صورت گرفته این نوع سوالات به صورت مستقیم پرسیده نشده. اما شواهد و قرائن شاید نشون بده که بیشتر مردم همراه نیستن با نظام سیاسی و خواستهاش. شما این رو در مشخصات متعددی از رفتار اجتماعی میتونید ببینید، به ویژه در مورد چیزهایی که حکومت خیلی در موردش حساسه. مثلا فرض بکنید موضوع حجاب رو نگاه بکنید. موضوع حجاب فقط مسئله قانون نیست که زیر پا گذاشته میشه، بلکه خواست مهمه برای هویت انقلابیون و حکومت انقلابی که بر سر کاره که این خواست رو اجرا بکنه. وقتی عده زیادی از این هنجار مورد نظر حکومت پیروی نمی کنن و از هنجار خودشون پیروی می کنن، یعنی اون هنجار رو به رسمیت نمی شناسن و اون هنجار به خاطر مرکزیتش در هویت گروه حاکم اهمیت زیادی پیدا میکنه شکسته شدنش، و به همین علت هم است که گروه حاکم در واقع خیلی تلاش داره که این هنجار رو به هر ترتیبی که شده اجرا بکنه، و میبینیم که در تمام این 40 سال عقب نشینی کرده. خود این خب نشون دهنده این است که رفتار اغلب مردم، هنجاری که دارن، با هنجار اون خرده گروه اجتماعی که فرهنگش رو و خودش رو حاکم کرده، قدرت سیاسی رو به دست گرفته و میخواد اون خورده فرهنگ رو بر بقیه فرهنگ هایی که در درون کشور هستن مستولی بکنه و به صورت تحمیلی اجرا بکنه، میبینیم که شکست خورده. و به این ترتیب میشه گفتش که بله، اکثریت مردم به این ترتیب در خیلی از موارد از خواسته های حکومت پیروی نمی کنن. بسیار خوب، حالا پیشتر شما اشاره به مثلا هنجارهای مشترکی که بین مردم از بین رفته اشاره کردید، و بعضی از جامعه شناسان در ایران هم معتقدند که جامعه ایران در حال فروپاشی اجتماعیه، و اشارهشون به انواع اقسام مثلا ناهنجاری هایی که در جامعه امروز ایران وجود داره. شما اعتقاد دارین که اینطوره؟ یعنی شما هم معتقدید که ایران در آستانه یا در حال فروپاشی اجتماعیه؟ من فروپاشی اجتماعی به معنای دیگری به کار میبرم، به معنی در هم فرو ریختن جامعه. از وقت جامعه وقتی صحبت میکنیم منظور چیه؟ آیا منظور تعدادی آدم است که در یک جا جمع شدن؟ نه، اون آدم ها در واقع اگه بخوایم جامعه رو مثلا به یک ساختمان تشبیه بکنیم، از استعاره ساختمان استفاده بکنیم، آدم ها مثل آجرهایی هستن که در یک جامعه قرار دارن، در یک ساختمان قرار دارن. چه چیزی اینها رو به هم متصل میکنه؟ یک نوع سیمانه، یک نوع ملاته که اینها رو به هم دیگه متصل میکنه و میچسبونه به هم دیگه. اون چسبه که در واقع ما اسمش رو میذاریم جامعه. اون چسب چیه؟ هنجارهای مشترک، اون چیزهایی که به ما میگه که چگونه با همدیگه رفتار کنیم و چه اشتراکاتی داریم که میتونیم با همدیگه رفتار کنیم. خب این هنجارها از بین رفتن، نه اینکه زیر پا گذاشته میشن، بلکه اشتراکش از بین رفته. به این معنی است که ما دچار بی هنجاری هستیم، یعنی قاعده های مشترکی برای رفتار نداریم، هنجارهای مشترکی برای رفتار نداریم. و وقتی هنجارهای مشترکی برای رفتار نباشه، مفهوم جامعه هم عملاً
سالبه به انتفاع موضوعست و به این معنی جامعه فرو می پاشه. جامعه یعنی اون چسب ها و اون چسب ها یعنی هنجارهای مشترک و این هنجارهای مشترک به شدت در میان ما ضعیف شده، بنابراین مجموعه اشتراکات ما بسیار بسیار کمتر از مجموعه اختلافاتی است که با هم دیگه داریم و به ترتیب در زندگی روزمره و در زندگیمون با حکومت دائما روبروی همدیگه میپیچیم و روبروی همدیگه قرار میگیریم به جای اینکه بتونیم که در کنار همدیگه قرار بگیریم. این یک نمونه بارز از مفهوم فروپاشی اجتماعی است که خودش اون وقت آثار و عوارضی داره که من جمله ممکنه همون نابهنجاری های اجتماعی هم ناشی از این بیهنجاری اجتماعی باشه که ازش صحبت کرد. بسیار خوب، حالا عواقب این فروپاشی اجتماعی یا ناهنجاری های اجتماعی که شما صحبت ازش میکنین چی میتونه باشه؟ ببینید، وقتی ما از هنجارهای اجتماعی مشترک صحبت میکنیم، جامعه‌ای که اشتراکات زیادی با هم دیگه داره، این در اول اینکه توافق درش ساده میشه و اختلاف اندک میشه و به علاوه برای اختلافاتش هم قاعده هایی برای حلش داره. یعنی جامعه‌ای که هنجارهای مشترک داره معنیش نیست که اختلاف نداره، بلکه برای رفع اون اختلافات هم هنجارهای مشترک یعنی قاعده های مشترکی برای حل مشکلاتش داره، بنابراین قادر به حل مشکلاتش هم هست. اما اگر جامعه هنجارهای مشترک نداشته باشه، نه تنها اختلاف زیاد میشه، بلکه قاعده هایی برای رفع اختلاف هم نداره که مورد اشتراک باشه. این یک مسئله اساسی و اولی است. نکته دوم که با یک مسئله دیگه هم ارتباط داره که اشاره خواهم کرد، مسئله پیدا نشدن گفتمانهای مشترک. اون هنجارهای مشترک به ما امکان میده که ما گفتمانهای عمومی مشترکی ایجاد بکنیم یا گفتمانهای مشترک عمومی پدید بیاد که مردم حول اون قادرند که بسیج بشن. شما به همین علت میبینید که نه حکومت چندان میتونه عموم مردم رو بسیج کنه، نه مخالفان حکومت میتونن مردم رو بسیج کنن در حجم انبوه. چرا؟ چون ایجاد گفتمانهای مشترک به تعویق افتاده و تا حدی ناممکن شده و این ناممکن شدن گفتمانهای مشترک عمومی ناشی از اون بیهنجاری است که ازش صحبت کردم. عامل مهم دیگری هم که به این اضافه شده مسئله رسانه است که معمولاً انقدرها بهش توجه نمیشه. ما با دو تا پدیده مهم روبرو هستیم که این مسئله بیهنجاری و ایجاد نشدن اون گفتمانهای مشترک و بنابراین عدم امکان بالفعل به اصطلاح بسیج اجتماعی رو کم کرده. دو تا عامل رسانه‌ای هست. یکی مسئله این است که جهان ما به صورت روزافزونی، جهان اجتماعی ما به صورت روزافزونی رسانه‌ای شده و ما منابع شناختمون عمدتاً متکی شده بر رسانه‌ها، و دومی که ساختار ارتباطات رسانه‌ای به شدت تغییر کرده، متکثر شده، چند مرکز شده، مرکزگریز شده و این مرکزهای متعدد باعث شدن که ما از شبکه‌های بسیار متفاوت و جدا از همی شناخت به دست بیاریم و چون این شناخت‌ها مشترک نیستن، ایجاد اون هنجارهای مشترک رو هم به تعویق انداختن و به همین ترتیب در واقع امکان اون گفتمانهای مشترک و به این ترتیب بسیج رو کاهش دادن. این شاید یکی از عوامل بسیار مهمی است که در جامعه ما خودش رو در شکل‌های مختلف بروز میده و گاهی اوقات شما ممکنه اینو در چیزی ببینید که بهش میگن کرختی اخلاقی، بی‌حس شدن اخلاقی جامعه، چون همه راجع به یک موضوعی به صورت اخلاقی داوری مشترکی ندارن، چون هنجار مشترکی ندارن، بنابراین واکنش مشابهی هم نشون نمیدن، در حالی که شما میبینید در جامعه های دیگه ممکن در قبال اون حادثه خاص واکنش مشترک داده شده باشه. مثلا نمونه خودسوزی اون دستفروش تونسی یک مثال خوبی است که خب خودش رو آتش زد و دیدیم که چه اتفاقی در تونس اتفاق افتاد، یا مشابه زدن سر بچه‌ها در سوریه توسط حکومت، در حالی یعنی کوتاه کردن موهاشون منظورمه، ولی خب میبینیم که این اتفاقات در ایران رخ میده، ممکن بخشی از جامعه اونم در شبکه‌های اجتماعی واکنش رو بده، ولی اون کرختی اخلاقی که ناشی از نبودن اون حس مشترک اخلاقی است که ناشی از اون هنجارهای مشترک باشه، اجازه نمیده که واکنش عمومی چندانی در جامعه ما به وجود بیاد، مگر واکنش‌های به اصطلاح اثر احساس و دقیقاً به معنی واکنش، نه به معنی کنش. بسیار خوب، یکی از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی به خصوص در دور دوم انتخاباتش مسئله پایان دادن به فضای امنیتی در ایران بود.
ولی ما میبینیم که برعکس فضای امنیتی در این چند سال اخیر به خصوص تشدید شده. امروزها در واقع هر موضوعی در جمهوری اسلامی یک ظاهر امنیتی پیدا میکنه، یک مهر امنیتی بهش زده میشه. شماره بازداشت های افراد، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشری، دانشجویان، زنان، حتی استادان دانشگاه و حبس های طویل مدتی که معمولا به این افراد داده میشه، ارعاب و آدم ربایی در خارج از ایران و همینطور ارعاب و تهدید خانواده افرادی که در رسانه های خارج از کشور کار میکنند، همه اینها زیاد شده و تشدید شده تا این مدت. چرا فکر میکنید؟ به نظر میرسه که حاکمیت در واقع برای ادامه حکومت متوسل به فضای امنیتی شده، یعنی با این شیوه داره حکومت میکنه. چرا فکر میکنید اینجوریه؟ یعنی چرا ناچار شده متوسل به فضای امنیتی بشه برای ادامه حکومت؟ من در جای دیگه هم گفتم که در واقع سرکوب در شکل کنونیش در جمهوری اسلامی گریزناپذیر شده، یعنی نمیشه که این حکومت به این شیوه به سرکوب متوسل نشه. بنابراین حرفی که آقای روحانی زده یا هر رئیس جمهور دیگری زده باشه در این زمینه درشت‌تر و بزرگتر از کالیبری است که یک رئیس جمهور در ایران میتونه بزنه. این حرفی است که ممکن رهبر بتونه بزنه و اون وقت ممکن منشأ اثری باشه، ولی رئیس جمهور کسی نیست که بتونه این حرفا رو بزنه، چون اون مقام و مسئولیتی که در واقع تصمیم گرفته شیوه اداره مملکت به این شیوه باشه که ناگزیر بشه که سرکوب کنه، رهبری است در جامعه و بنابراین تا اون مرکز، تا اون قدرت تصمیم و اراده‌ای برای تغییر نداشته باشه این سرکوب وجود خواهد داشت. ما نشانه هایی از اراده برای تغییر شیوه حکومتگری در ایران نمی‌بینیم. مخالفان هم چندان از خودشون قدرتی نشون نمیدن که بتونن این حکومت رو وادار به تغییر بکنن. شیوه های دیگر تغییر هم در ایران احتمالاً بسیار بسیار پرهزینه است و شاید به همین دلیل هم باعث میشه که مردم هر از گاهی گرچه اعتراض میکنن اما به یک اعتراض سراسری نپیوندن و همه اینها باعث شده که در واقع سرکوب معنای دیگری در جامعه پیدا کنه. این که میگم گریزناپذیر شده به یه دلیل خیلی روشن، حکومت در ایران نماینده خاص اکثریت نیست. این چیزی که هم حکومت میدونه هم مردم میدونن. بنابراین دوام حکومت به طور کلی باید با استفاده از زور باشه. میتونست با استفاده از زور نباشه اگر همین حکومتی که برآیند اکثریت نیست میتونست برای این اکثریت رفاه نسبی به بار بیاره، امنیت نسبی به بار بیاره و نوعی رضایت در زندگی ایجاد کنه. اما میبینیم که خود مراکز دولتی نشون دادن که در تحقیقاتشون چیزی حدود 3/4 مردم از وضعیت موجود ناراضی هستن و اگر اعتراض نمیکنن دلایل دیگری داره. این نارضایتی نشون میده که خب حکومت قادر به برآوردن خواسته های مردم نبوده، هرچند نماینده اکثریت مردم نیست، ولی خیلی دولت ها هستن یا حکومت ها هستن که اینطور نیستن، اما بالاخره اوضاع و احوال زندگی مردم رو روبراه میکنن و مردم تن میدن و رضایت میدن و نوعی مشروعیت نسبی در حکومت ایجاد میکنن. وقتی حکومتی قادر به این کار نیست، برابر خواسته های مردم باید چیکار بکنه جز اینکه با زور و اقتدار و سرکوب جلو اون خواسته ها بیسته؟ این شیوه سرکوب هم شیوه اجتماعی داشته، یعنی از طریق محرومیت‌های اجتماعی، یعنی سرکوب اجتماعی وسیعی که جمهوری اسلامی از آغاز حکومت خودش بهش متوسل شده و هم سرکوب خونین در خیابان‌ها که نمونه‌ها شد در آبان و دیما دید. حالا همین رهبر رو و این نظام حکومت ما می‌بینیم که ظاهراً در ظاهر با اقتدار تمام داره حکومت می‌کنه و ادامه می‌ده و ظاهراً نگران آینده‌اش هم نیست و نه فقط مردم رو در کشور زیر فشار می‌ذاره از هر نظر، همونطور که خودتون اشاره کردید، بلکه حتی شاخشونه برای کشورهای دیگه هم می‌کشه و بس تهدید میکنه که اگه شما دست از پا خطا کنین ما شما رو با خاک یکسان میکنیم و فلان میکنیم و بهمان میکنیم. این اعتماد به نفس از کجا میاد آقای قاضیان؟ منابع مختلفی داره. یک منبعش برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از دل یک انقلاب و از دل بحران به وجود آمده و 40 سال با بحرانهای مختلف سر و کار داشته، از بحران جنگ بگیری تا مخالفان داخلی تا حمله احتمالی خارجی، همه اینها بوده. انزوای بین المللی رو هم بهش اضافه کنید،
حکومت احساس میکنه که در این 40 سال نه تنها از پس این بحرانها بر اومده کماکان سرپاست، بلکه قدرت مخالفانش رو بیش از همیشه تنزل داده و بنابراین احتمال موفقیت مخالفان در برانداختنش کم شده و به علاوه در خودش این اعتماد به نفس رو میبینه. گواهی این چند سرکوب آخر هم نشون داده که تونسته به قول خودشون اوضاع رو جمع کنه با هزینه هایی که از نظر اونها اندکه، چون وقتی مثلا مقایسه میکنن قضایای سال 88 رو، قضایای دیماه رو و قضایای آبان رو، میگن ما با چند صد کشته ماجرا رو تموم کردیم، در حالی که در سوریه، در مصر، در جاهای دیگه ممکنه به تعداد بیشتری کشته شده باشن ولی اتفاق خاصی هم نیفتاده باشه، ولی ما موفق شدیم که در اینجا چنین کاری انجام بدیم. به علاوه احساس میکنن که خودشون قادر هستن که اون نیروی محدود حامی خودشون رو بسیج کنن، اونها رو به اصطلاح به میدون بیارن، در حالی که مخالفان گرچه ممکنه اکثریت رو داشته باشن ولی قدرت بسیج ندارن، و اگر هم قدرت بسیج داشته باشن اراده و توان سرکوب ما قادر هستش که اون بسیج رو به اصطلاح مغلوب کنه و به این ترتیب نوعی اعتماد به نفس ممکنه از این ناحیه پیدا بشه. علاوه بر این که توجه کنید که به هر حال اون نوع فرهنگ یا خورده فرهنگی که در پس ذهن این حاکمان موجود هست، یک خورده فرهنگ شیعی اقلیت هست که همیشه در اقلیت بوده، تونسته با این اقلیت بودنش کنار بیاد، دووم پیدا بکنه، بقا پیدا بکنه و این اقلیت بودن رو یک نشانه از قدرت روحی و ذهنی خودش گرفته و همیشه به این اقلیت بودن به اصطلاح اهمیت داده و براش ارج گذاشته. از 72 تن کربلا بگیری که در برابر یک لشکر انبوه موفق شدن و به اصطلاح سرفراز در تاریخ موندن، تا خود شیعه در تاریخ خودش، تا برسه به همین دوره‌ای که ممکنه همین احساس مظلومیت در اقلیت بودن اتفاقا برای اونا نیرو و اراده‌ای برای سرکوب ایجاد کنه. گذشته از اینکه توجه کنیم که آینده پیش روی حاکمان موجود نیست جز سرکوب، یعنی اگر نخوان سرکوب کنن باید دست از حکومت بردارن و اگر دست از حکومت بردارن هم چشمانداز روشنی برای بقای حتی زندگیشون وجود نداره، چه برسه بر اینکه نقشی بخوان در آینده سیاسی ایران داشته باشن. یه موضوعی که امروزها به وفور دربارش بحث میشه مسئله تسلط کامل سپاه بر قدرته، از طریق کسب کرسی ریاست جمهوری یا طرق دیگه. بحث به هر حال بحث مطرحیه در حال حاضر، حتی بعضی از روزنامه‌نگاران اسم و رسم دار هم به نوعی دارن دفاع میکنن از این قضیه، موضوع دولت مطلقه و اقتدار و از این حرفا دارن خیلی به وضوح مطرح میکنن. شما فکر میکنین ممکنه که انقلابی که برای آزادی و حق رأی مردم بود بعد از 42 سال به یک حکومت نظامی منتهی بشه؟ اگر حکومت نظامی به معنی این باشه که نظامیان به صورت آشکاری بر سر کار باشن، من بعید میدونم که نظامیان ایران حاضر باشن چنین ریسکی بکنن، چون اونا در واقع دارن الان حکومت میکنن بدونی که مسئولیتهاش رو بپذیرن، بنابراین خودشون رو قایم کردن پشت چیزهای دیگه در حالی که حکومت اصلی در دست اونهاست. ولی اینکه یه دیان تصور میکنن که نظامیان میتونن مبدع خیر بشن در ایران، این تعجب آوره، چون از نظامیان یه برداشت انتزاعی دارن. اون جاهایی در جهان که بعضا نظامیان تونستن موفق بشن کجاها بوده و به چه شرایطی؟ نظامیان در اون جور کشورها معمولا مورد اعتماد عمومی بودن، در خیلی از کشورها البته نظامیان بیشتری میزان اعتماد بهشون وجود داره، به علاوه اونا تابع یک نظم سلسله مراتبی هستن که اون نظم سلسله مراتبی براشون یک کارآمدی به بار میاره. وقتی ما از نظامیان در ایران صحبت میکنیم کدوم یک از این سه خصیصه رو دارن؟ وقتی از نظامیان در ایران صحبت میکنیم از ارتش که حرف نمیزنیم که بیاد مثلا قدرت رو به دست بگیره، منظور سپاهه. وقتی از این سپاه صحبت میکنیم آیا سپاه اعتماد عمومی رو الان به همراه داره؟ آیا اون نظم سلسله مراتبی درش وجود داره؟ آیا این نظم سلسله مراتبی موجب کارآمدی سپاه شده؟ ما میبینیم که نشده، چنین نظمی وجود نداره و به این ترتیب کارآمدی هم وجود نداره. من فقط نمیخوام مثلا به چیزی مثل مستعان و امثال اینا اشاره کنم، به دوره جنگ اشاره بکنیم ببینیم آیا این سپاه در 8 سال جنگ کارآمد بود. سپاه از موقعی که فتح خرمشهر تمام شد و سپاه در واقع همه جبهه رو به دست گرفت تا پایان جنگ، ما بیش از پایان فتح خرمشهر
اسیر دادیم و بیش از اون خاک از دست دادیم. یعنی در یک موضوع خیلی مهم که همیشه به عنوان افتخارات این نظامیان مطرح شده ما باختیم، هم خاک بیشتری از دست دادیم هم اسرای بیشتری، تا برسه به همه این دوره ها که اگر هم سپاه کارآمدی از خودش نشون داده، مثلا مثل ماجرای موشکی و صنایع نظامی، ما نمیدونیم به چه هزینه این اتفاق افتاده، بنابراین قادر نیستیم کاراییشون رو ارزیابی بکنیم. به این ترتیب من بعید میدونم حتی اگه کسانی به دنبال کارآمدی به خاطر حضور نظامیان هستن، از این نظامیان انتظار کارآمدی داشته باشیم، گذشته از اینکه اعتماد عمومی رو هم به همراه خودشون ندارن. شما فکر میکنید بالاخره از چه راهی در دموکراسی به روی مردم ایران باز میشه و ایران به کشوری تبدیل میشه مثل هر کشور دموکراتیک دیگه با روابط عادی و معمولی که بین کشورها مرسومه؟ حقیقتش من فکر نمیکنم چیزی به نام در دموکراسی وجود داشته باشه که ما بخوایم بازش کنیم. دموکراسی در واقع مثل اون سیمرغی هستن که از طریق رفتن اون سی تا مرغ درست میشن. یه سیمرغی سر قله قاف نیستش که ما در رو باز کنیم و ببینیم سیمرغ دموکراسی اونجا نشسته و منتظر ماست. ما اگر تونستیم با همدیگه و به شیوهی که داریم با حکومت مخالفت میکنیم به شیوه دموکراتیک جلو بریم، دموکراسی هم در ایران ایجاد خواهد شد، چون حکومت که قرار نیست از این شیوه حکومتگری دست برداره، ما هم که قدرت انداختنش رو تا به حال نداشتیم. بنابراین میمونه که به چه شیوهی عمل کنیم که در واقع رفتار و حرکت ما به سمت یک وضعیت دموکراتیک تر باشه. این رو ما در مورد مخالفان حکومت باید جستجو بکنیم که اگر ما به شیوه دموکراتیکی داریم رفتار میکنیم، مسائلمون رو داریم به شیوه دموکراتیکی حل میکنیم، اختلافاتمون رو داریم به شیوه دموکراتیکی حل میکنیم، حتی با حکومت ستمگر میخوایم به شیوه دموکراتیک و انسانی برخورد کنیم، اون وقت ممکنه شانسی هم برای دموکراسی در ایران داشته باشه. این فقط از زاویه مسائل رفتاری و ذهنی و عقیدتی است. وای به حال مسائل دیگری که جنبه عینی و ساختاری دارن، مثل وضعیت اقتصادی در ایران، این فقر گسترده که وجود داره و همینطور نابرابری به شدت رو به فزونی که وجود داره، که خود اونها هم شانس دموکراسی رو در یه همچین جامعه‌ای کم میکنن. خیلی متشکرم آقای حسین قاضیان از حضورتون در برنامه به عبارت دیگه.